سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه. مثل همیشه ممنونم که توی این ویدیو هم همراه کانال شری ویلنس هستید و از ساپورت و همراهی همیشگیتون متشکرم. یادتون باشه که لطف کنید حتما حتما سابسکرایب کنید، زنگوله مخصوص نوتیفیکیشن رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید ما اطلاع پیدا کنید. ویدیوهای ما رو اگر دوست دارید حتما حتما با دوستان و عزیزانتون به اشتراک بذارید. اما ویدیوی امروزمون، سوالی که شما عزیزان دارید و من بارها و بارها توی ویدیوهای مختلف جواب دادم رو امروز براش یه ویدیوی جداگانه درست میکنم و به این سوال که چرا هر چقدر ورزش شکم انجام میدم شکمم کوچیک نمیشه جواب بدم. پرده از این رمز و سر بزرگ بردارم، اینکه چرا من هرچی ورزش شکم انجام میدم نتیجه نمیگیرم. خب ببینید عزیزای دلم، من توی ویدیوهای قبلی، توی هر ویدیویی که مخصوص ورزش‌های شکم هست، توی حتی ورزش‌های هوازی، کلن توی ویدیوهای ورزشی که داریم بارها بارها گفتم. اما چون یه سری از شماها میدونم که وقت ندارید، ویدیو رو کامل نمیبینید، ممکنه بذارید جلو فقط حرکت‌ها رو ببینید و صحبت‌ها رو ممکنه گوش ندید، شاید این موضوع رو نتونستین تا حالا از زبان من بشنوید که برای اینکه شما نتیجه عالی روی بدن بگیرید، هر هدفی، هر در واقع خواسته‌ای دارید برای تغییر دادن بدنتون، فقط ورزش کردن کافی نیستش. حالا براتون الان توضیح میدم که به چه صورت. بزرگترین مشکلی که من تا به الان دیدم اینه که همیشه سوالشون چند روز در هفته ورزش شکم انجام بدم که نتیجه بگیرم؟ چرا کمرم باریک نمیشه؟ چرا صبح تا شب دارم دراز نشست میرم اما نتیجه نگرفتم؟ خب تصور کنید که شما توی جعبه‌ای یه گل زیبا دارید و توی این جعبه درش گذاشته است. هر چی زمان میگذره این گل بدون اینکه اصلا بهش آب و اینا بدین هیچ زیباتر و زیباتر و زیباتر میشه، قویتر میشه، رشد میکنه. شما نمیتونید اون جعبه، اون گل رو اون تو ببینید، درسته؟ در رو که باز کنید نمایان میشه، تمام نتیجه زمانی که گذاشته شده اون گل زیباتر و زیباتر شده. حالا این در این جعبه چربیای شکم شما، اون گله اون تو که هی هر روز خوشگلتر و خوشگلتر میشه، اون زحماتی که شما کشیدید و هی دراز نشست رفتین و هی ورزش مربوط به شکم رو انجام دادید. ببینید ورزش کردن روی، مثلا میگم ورزش شکم، عضلات شکم شما رو قوی میکنه، اما تا وقتی که اون چربی ها اون رو باشن عضلات شکم نمایان نمیشه یا حتی شکم کوچیک نمیشه. ورزش های شکم میاد فقط و فقط عضلات رو قوی میکنه و فرم میده. یعنی یک آدمی که خیلی هم اضافه وزن داره اگر مدام ورزش های شکم رو انجام بده عضلات شکم فوق العاده قوی میتونه داشته باشه، اما اگر رژیم غذایی درستی نداشته باشه قطعا لاغر نمیشه و حالا شکمش نه تنها کوچیک نمیشه قدم اول، که بعد حتی بخواد عضلات شکم نمایان هم بشه که طبعاً زمان خیلی بیشتر میبره. پس شما با رژیم غذایی، ورزش های هوازی و ورزش های قدرتی توامن میایین، چه کار میکنین؟ کل بدن رو، چربیش رو میبرید پایین. ما نداریم چربی موضعی کم شدن. چه ورزشی انجام بدم چربی های پشت بازوم کم بشه؟ چه ورزشی انجام بدم این پهلوام کوچیک بشه؟ چه ورزشی انجام بدم این داخل ران کوچیک بشه؟ نداریم اون ورزشی که شما انجام بدیم. مثلا من بهت بگم عزیزم دستت رو 30 بار در روز اینجوری کن، این حرکت رو انجام بده، این قسمتش کوچیک میشه، یا حرکت های شکم رو 50 بار در روز برو نتیجه میگیری. نه نمیگیری، اصلا ما لاغری موضعی نداریم. بنابراین ورزش های شکم میاد عضلات شکم شما رو قوی میکنه، اما برای اینکه شکم بخواد کوچیک بشه شما باید رژیم غذایی مناسب داشته باشین. رژیم غذایی مناسب یعنی چی؟ یعنی اینکه اون میزان کالری که روزانه شما احتیاج دارین از اون فراتر نرید.
این میزان کالری که شما روزانه احتیاج داری از فردی به فرد دیگه، با جنسیت، با سن، با میزان فعالیت روزانه‌تون، با همه اینا فرق میکنه. مثلا اگر من روزی 1400 کالری احتیاج دارم، یه نفر دیگه ممکنه روزی 2500 کالری احتیاج داشته باشه و یه نفر دیگه ممکنه 1100 کالری احتیاج داشته باشه. بنابراین توی ویدیویی که درست کردم و محاسبه کالری روزانه، درشت مغذی ها و محاسبه کالری روزانه، به راحتی میتونید پیدا کنید که چقدر کالری بدنتون احتیاج داره. و آنلاین هم بزنید محاسبه کالری روزانه، یه عالمه باز میشه براتون که این امکان رو میده بهتون که بتونید محاسبه کنید. و اگر شما میخواین لاغر بشین یا چربی بدنتون کم باشه، باید از اون میزانی که بهتون داده شده یه مقداری کمتر مصرف کنید. اگر میخواین وزنتون حفظ بشه، ثابت بمونه، همون میزان رو مصرف میکنید، و اگر بخواین اضافه بشه وزنتون، باید بیشتر از اون رو مصرف کنید. خب پس ورزش های شکم رو انجام میدین، اما به تنهایی کافی نیست. میدونی جریان چیه؟ بدنسازی مثل مجسمه سازی میمونه. چجوری؟ مگه من همین الان بهتون نگفتم که چربی سوزی تو کل بدن اتفاق میافته، بنابراین کل بدن شما با هم لاغر میشه، درسته؟ یکی میاد میگه آقا من میخوام کمرم باریک بشه، من نمیخوام باسنم کوچیک بشه، یا من نمیخوام دستام لاغر بشه، درسته؟ بنابراین با برنامه ورزشی درستی که داری، مثلا میای کمرت رو باریک میکنی، با ورزش‌های قدرتی که میای رو باسن رو پا انجام میدی، اجازه نمیدی که لاغرشن، قوی تر میشن، عضلانی تر میشن. میای با ورزش‌هایی که روی دستات انجام میدی، مثلا بهشون فرم میدی، نمیذاری شل بشه بیفته. اینطوریه که در واقع بدنسازی میاد فرم بدن شما رو اونطور که دوست دارید تغییر میده، پیکر تراشی میکنه. برای خودش اصلا دنیای زیباییه، اما یه علمیه. به این راحتی هم نیستش که خودت به تنهایی بتونی این کار رو انجام بدی. حتما باید از کسی که متخصص هست کمک بخوای، از یک مربی خوب، از یک متخصص تغذیه خوب. این همه ما پول خرج میکنیم برای همه چی، برای سلامتیمون، برای جسممون. باید اون توی بالای لیست باشه. نترسیم از اینکه بریم بهترین جیم ثبت نام کنیم، نترسیم از اینکه بخوایم یه کمی پول بیشتر بدیم که مربی خوب داشته باشیم. چرا؟ چون همه اینا برمیگرده به شما، جسمتون و سلامتیتون. اعتماد به نفس شما بره بالا، شما توی همه زمینه‌ها، توی زندگیتون، چه روابطتون، چه کارتون، چه احساسی که نسبت به خودتون دارین، موفق‌تر خواهید. خب پس این هستش که واقعیتی که خواستم بهتون بگم. شما از الان تا آخر دنیا روزی 500 تا ورزش شکم انجام بده. اگر میخوای با همون عادات قبلیت، مثلا به عنوان یه ایرانی 80% حجم غذات برنج باشه، شما نمیرسی به اون هدفی که داری. غذای سنتی ما، غذای ایرانی، یه بشقاب پر برنج، یه کمی خورش میاد روش. اگر خیلی خیلی شاهکار کنیم، یه ظرف سالاد و یه سبزی خوردن ترشی هم اونجاست که کافی نیستش. اگر شما میخوای لاغر بشی، اگر شما میخوای چربی بدنت رو ببری پایین، بعد 20% غذات بشه کربوهیدرات، برنج، نون، و حالا تازه بیای چه برنج و نونی رو انتخاب کنی، اون هم مهمه. بنابراین اگر میخوایم بدنمون تغییر کنه، باید عادتامون تغییر کنه، باید سبک زندگیمون تغییر کنه. بله، ما هممون غذاهای سنتیمون رو دوست داریم، باهاش بزرگ شدیم، اما یادمون باشه هممون چیزهایی که از اطراف و جامعه به ما رسیده لزوماً چیز درستی نیستش. میتونیم تغییر بدیم، یک موقعهایی، یک زمانهایی بریم و ازش لذت ببریم، اما اگه مدام بخواد سبک زندگیمون باشه، خب بالاخره بعد از یه چیزایی که دوست داریم صرف نظر کنیم. بنابراین تغذیه مناسب، ورزش مناسب میاد بهتون کمک میکنه تا به هدفتون برسید. شکمتون با ورزش‌های دراز نشست خوش فرم میشه، عضلاتش فرم میگیره. اما اگر میخواین شکمتون کوچیک بشه و بره داخل، مرحله بعدش عضلاتش نمایان بشه، ورزش‌های حوازی، ورزش‌های قدرتی، ورزش‌های شکم، حالا بگیم کور ترینینگ، همه اینها باید توی برنامه ورزشتون باشه و در کنار اون به یک اندازه مهم تغذیه‌تون هستش. این دوتا رو انجام دادید، اینقدر اینا رو من توی همه ویدیوها گفتم و برای خودم خیلی تکراریه، این دوتا رو انجام دادید، ورزش و تغذیه مهم، استراحت کافی،
من نمیخوام استراحت کنم. خب اشکال نداره، تمام اون چربی سوزی و عضله سازی زمانی اتفاق میفته که شما داری استراحت میکنی، بدن توی استراحت کامل هست. اگر اون از بدن بگیری اتفاق نمیفته. یعنی ورزش، تغذیه، استراحت که بهش میان خوابه کافی. این ستا رو انجام بده. اگر نتیجه نگرفتی بیا اون زیر بر من کامنت بذار. آسونه؟ آسونه. بله آسونه. سخته؟ بله سختم هست. در این آسونی سخته، دیسیپلین داشته باشین. آسونه اما در این حال سخته. ولی من میگم وقتی که شروع کنین اولش یه کمی سخته، عادت که بکنین دیگه بر اساس اون دیسیپلینی که خودتون گذاشتین اگر قدم بر ندارید که اذیت میشین. امیدوارم که این ویدیوی کوتاه بهتون کمک کرده باشه که جواب یه سوال رو بگیرین. چرا هرچی ورزش شکم میکنم شکمم کوچیک نمیشه؟ و امیدوارم که بعد از دیدن این ویدیو حداقل اون کسایی که میبینن دیگه نیان برای من کامنت بذارن یه ورزش بدین که اینجام کوچیک بشه، یه ورزش بدین که اونجام کوچیک بشه. اینجا اونجا کوچیک شدن با یه دونه ورزش انجام نمیشه و با یه حرکت، با کل ورزش هایی که کل بدن حوازی قدرتی انجام میشه، تغذیه مناسب. مثل همیشه ازتون ممنونم که تو این ویدیو هم همراه من بودین. مرسی که همیشه همراه شری ویلنس هستی. مرسی که سابسکرایب میکنین. زنگوله مخصوص نوتیفیکیشن لطفاً یادتون نره. ویدیوهای ما رو برای دوستان و عزیزانتون بفرستین. دوستتون دارم. توی ویدیوی دیگه منتظرتونم.